حمله مغول به سرزمین خوارزمشاهیان. ترس سلطان محمد سبب اجتناب او از درگیری مستقیم با مغولان شد و او تصمیم به مقاومت در شهرها گرفت. اما این تاکتیک کاملا اشتباه بود، چرا که او میتوانست به کمک شهرهای بزرگ مانند گرگانج، نیشابور، سمرقند، بخارا، سبزوار و دهها شهر دیگر ارتشی بسیار بزرگ و مجهز فراهم کند، حالا که این شهرهای جدا از هم هیچ کدام نمیتوانستند آسیبی به ارتش مغول برسانند و چنگیز ظرف 2 سال کلیه این شهرها را گرفت. کما اینکه جلال‌الدین پسر سلطان محمد در این باره به پدر هشدار داده و از او خواسته بود که با دادن سپاه این امکان را برای مبارزه رو در رو با مغولان به او بدهد، که متاسفانه سلطان به او بی‌توجهی کرد. از طرف دیگر چنگیز که از ترس سلطان با خبر بود، 2 ستون نیرو را مأمور تعقیب شاه خوارزم کرد. این نیروها از مسیر قوچان، اسفراین، دامغان و ری پیشروی کرده و محمد خوارزمشاه را تعقیب کردند. اما او از قزوین به دریای خزر فرار کرد و در همانجا جان خود را از دست داد. پس از این سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه سعی کرد سرعت پیشروی مغولان را کند کند. وی ابتدا در گرگانج پایتخت خوارزمشاهیان به نبرد با 2 پسر چنگیز یعنی جوجی و جوغتای رفت و در ابتدا نیز بیرون از قلعه شهر آنها را شکست داد. اما با رسیدن نیروهای کمکی به آنها به داخل قلعه عقب نشینی کرد. گرگانج 6 ماه مقاومت کرد، اما نهایتاً در 1220 میلادی با رسیدن نیروهای اوکتای پسر سوم چنگیز شهر سقوط کرد و مردم را قتل عام کرد. فتح نیشابور. چنگیز خان پس از فتح ترکستان و ماوراءالنهر شهرهای سر راه را یکی پس از دیگری منهدم و به سوی خراسان حرکت کرد. شهرهای غزنه، طوس و قوچان کنونی را تسخیر و اهالی آن را قتل عام کرد. پسر کوچک چنگیز تولوی نیز با تسخیر مرو این شهر افسانه‌ای حتی به حیوانات شهر نیز رحم نکرد، اما در اولین حمله به نیشابور که آبادترین شهر جهان در قرن 13 بود ناموفق ماند. پسر چنگیز با طی 100 کیلومتر مسافت ناگهان خود را به سبزوار رسانده و 70,000 سکنه شهر را قتل عام کرد. تولوی مجدداً با سپاهی عظیم به نیشابور حمله کرد و علی‌رغم مقاومت سنگین مردم نیشابور با استفاده از 3,000 سنگر موقت بر روی برج‌ها و 500 منجنیق نتوانستند در برابر مغولان دوام آورند، چرا که مغولان با استفاده از منجنیق‌های بزرگ دیوارهای شهر را در هم کوبیده و با پرتاب گلوله‌های نفتی مدافعان را مجبور به عقب نشینی کردند. شهر پس از سقوط با فرمان قتل عام روبرو شد. گفته می شود مغولان در هنگام انهدام مرو و نیشابور 1.5 میلیون نفوذ ایرانی را از دم تیغ گذراندند. فتح کامل ایران. جلال‌الدین علی‌رغم رشادت‌های فراوان نتوانست مانع موفقیت کامل چنگیز شود. وی ابتدا در نسا و سپس در غزنه در بهار 1221 سپاه 30,000 نفری مغول را شکست داد و چنگیز را برای اولین بار نگران کرد. چنگیز خان در پاییز همان سال با سپاهی بزرگ به غزنه حمله کرد، اما جلال‌الدین چون دید قادر به مقابله با سپاه عظیم خان مغول نیست به رود سند عقب نشینی کرد و در مقابل چشم چنگیز با اسب خود از رود سند گذشت. در 1222 چنگیز آخرین شهر مهم منطقه یعنی هرات را تسخیر و صدها هزار نفر از مردمان آن را کشت. پس از سقوط شهرهای بزرگ شهر دیگر مانعی بر سر راه ارتش مغول نبود و آنها قزوین، زنجان، همدان، تبریز، ساوه، قم و کاشان را ظرف 4 سال تسخیر کردند.
چنگیز در سال 1227 پس از 53 سال فرمان روایی از دنیا رفت و اگر مرگ او نبود، مغولان شرق اروپا را نیز نابود می کردند. نتیجه نبردهای چنگیز. اگر تاریخ جهان را بدانیم، پی خواهیم برد که همواره فلش حملات از غرب به شرق آسیا بوده و عملا کشورهای نظیر چین و یا صحرانشینان طمع به غرب آسیا نداشتند. اما حمله چنگیز تا 200 سال آسیای مرکزی و غرب را تحت اشغال مغولان و تیره های بیابانگرد قرار داد و همین مسئله سبب عقب ماندگی آسیای غربی شد. از طرف دیگر خوارزمشاهیان که در قرن 12 و ابتدای قرن 13 با قدرت گرفتن تدریجی تقریباً قدرت ایران را دوباره احیا می کردند، ناگهان از بیخوبان از بین رفتند و این خلأ قدرت تا صدها سال بعد ایران را مبدل به قدرتی درجه 2 در عرصه جهانی کرد. نکته دیگر این که چنگیز خان را می توان متحبرترین سردار نظامی دانست. وی بدون هراس از قطع شدن خطوط مواصلاتی خود هزاران کیلومتر از صحراهای شرقی فاصله گرفت و تا غرب آسیا و روسیه جلو رفت. هجوم چنگیز به شرق سبب تغییر جغرافیای سیاسی ایران، هندوستان، افغانستان، ترکمنستان، روسیه، بین النهرین و حتی خاورمیانه عربی شد و بازیگران بین‌المللی را کلن تغییر داد و اقوام مغول و تاتار را جانشین اقوام قدیمی این منطقه.